شطرنج با ملکه کماندارها، غول مرحله آخر ربات‌های بازی کلش اف کلنز در سایت chess.com، آرچر کوین یا همون ملکه کماندارها که ریتینگش 2900 و خیلی بازیکن قوی، از من خیلی قوی تره، ولی میخوایم خب بریم یه چالشی داشته باشیم باهاش. چی نوشته راجبش؟ میگه آرچر کوین خیلی خودش رو دست بالا میگیره، یه تاکتیسیان خیلی ماهره و که در نبردها هم خیلی کشنده عمل میکنه و میگه خب وفادار نسبت به کسانی که در نبردها بهش میپیوندن که نمیدونن به چه درد بازی شطرنج میخوره. ما میخوایم بریم به چالشش بکشیم، چوز رو بزنم و چالشی باهاش بازی میکنیم بدون هیچ کمکی. خب پلی رو بزنیم، صفحه هم خودش اینطوریه، من کاریش نکردم. میگه خب آرچر کوین هستم، ملکه کماندارها و چیکار داری میکنی؟ خب خوش آمدگویی خوبی رو داشت، بریم بازی رو با حرکه ای4 آغاز کنیم. میگه خب این حرکتت خیلی جالب نبوده و خیلی زود ازت برتری رو میگیرم. میگه اگه من بودم یه چیز دیگر رو بازی میکردم. خب اسب رو بذاریم 3-3، دفاع مدرن رو بازی کرد و داره به شکل مدرنی این شروع بازی رو جلو میبره. اسب F3 3-6-D5 معمولا تو این لاین ها بازی میشه. حالا ایشون D6 رو بازی کرد در حرکت بعدی. اگه فیل G5 بازی کنم شبیه یکی از بازی های میخائیل تال میشه که توی این ویدیو توی یکی از ویدیوهای کانال بررسی کردم. اون بازی هم ترینیو گفت دقیقاً وزیر رو گذاشت B6، یعنی با این الان دقیقاً بازی میخائیل تاله با ترینیو گفت، فکر کنم سال 1964 که توی مجموعه آموزش شطرنج از 0 تا 100 اونجا اون بازی رو کامل بررسی کردم، لینکش رو این بالا میذارم، توی آخر ویدیو هم میذارم، توی توضیحات هم میذارم. خب سیاه وزیرش رو بیرون میاره برای پیاده B2. من همین وضعیتم هم یه بار دیگه خودم داشتم مقابل یه استاد بین‌المللی که فیل E3 رو بازی کرده بودم، بازی مساوی شد، ولی خب میخائیل تال فیل G5 رو بازی کرده بود. میریم وزیر D2 رو بازی میکنیم، پیاده رو بهش قربانی میدیم، ببینیم جرأت داره و میگه پیاده تو میزنم. و حالا بعد از وزیر آسه میگه مطمئنی جدی جدا اینطوری میخوای بازی کنی؟ میگه حرکات زیادی رو نداری. خب H6 رو بازی کرد، احتمالا اینها تئوری باشه که من ازش خبر ندارم. بعد از H6 آیا فیل رو به F4 بذارم یا به E3 بذارم؟ به E3 بذارم شبیه اون بازی میشه که خودم داشتم و حریف میتونه اسب F6 رو بازی کنه، یکم داستان میشه. به نظرم بهش اجازه بدم که پیاده رو یه دونه دیگه هم بیاد جلو. فیل F4، فیل F4، قلعه E5، یه پیاده قربانی دادم دیگه، باید ببینم چطور میشه. خب یکم فکر میکنم این بازی رو در نهایت تحلیل هم میکنیم که چند تا چیز یاد بگیرم. نمیدونم One shot is all it takes. خب میگه فقط یه انتخاب داری، یه همچین چیزی. حالا خدای من چیکار؟ وزیر F4 ندارم اینجا. سم با کیش زیر ضربه، نمیتونم فیل 4 هم دوست ندارم، ولی خب شاید فیل 4 درست باشه که اگه اسب F6 کرد E5 رو بازی کنم هر جایی. فیل F4 اسب F6 چون بعدش اسب H5 داره، اگه فیلو بذارم F4 میتونه اسب رو بیاره F6 و بعدش اگه با E5 این اسب رو برونم اسب رو به خونه H5 بیاد و یه با تهدید بازی کنم، ولی خب از یه طرفم دوست ندارم فیلم از این قطر خارج بشه، عجیبه. ولی خب فکر میکنم فیلیسه اینجا خوبه، چون این پیادهش اومده H6 به نفعش نیست، چون که بعدن که اسبو بیاد F6 که نمیتونه قلعه بره. خب من قلعه رو بازی کنم ببینیم چیکار میکنه. راضیم از وضعیتم، وزیر میره A5، مثل همون بازی داره بازی میکنه، اتفاقا اونجا هم بازیکن وزیر A5 رو بازی کرد. ما میریم دیگه مثل میخائیل تال بازی میکنیم اینجا رو، رخ رو هم وارد بازی میکنیم، قربانی پیاده دادیم دیگه. خب B5 رو هم بازی میکنه و میاد از جناح وزیر، دیگه ربات دیگه، من حرکات مثل یه انجین داره بازی میکنه و خیلی نباید توقع داشته باشین که من مقابلش فوق‌العاده بتونم بازی کنم. خب اینجا ایده قربانی استر B5 وجود داره، ولی خب با وزیر میزنه توی D2 و بعد از اینکه اسب کیش بینابینی رو بدم شاه رو میذاره D8 و وزیر رو پس بگیرم میزنه توی اسبم یه سوار عقب میافت. خوب نیست اینجا، ولی خب فیل رو میذاریم B3 یا F1، کدوم یک؟ بعضا هم توی این قطر بمونیم، توی این قطر بمونیم بهتره.
خیلی هم فکر نمی کنم دیگه که بره بازی یه ساعته بشه، دیگه اینجوری هم نیست. حالا سعی میکنیم سریع تور باش بازی کنیم، B4 رو بازی میکنه، میشینه به اسب. خب اسب جای منطقیش خونه ایدو، اینجا که بیاد یه جای دیگه ای هم نداشتم غیر از این. خب بالاخره اسب رو به خونه F6 اومد. الان اگه E5 بازی کنم میزنه، میزنم جالب میشه اگه بزنه. یه پیاده قربانی میدیم دیگه، ببینیم چی میشه. اگرم اسب رو بذاره G4 میتونم D6 رو بزنم، جالب میشه بازم. ولی خب اگه E5 بازی کنم اسب رو بذاری E4 چی؟ وزیر رو میذارم D3 بعد D5 بازی کنم. احتمالاً هدفش اینه که من اگر E5 بازی کنم، حالا با این رنگ نه با قرمز نشون بدیم، اگر E5 بازی کنم اسب رو بذاری E4 وزیر رو که برم D3 D5 بازی کنم. بعد حالا من میتونم E6 بازی کنم، بازی رو یکم جذاب کنیم. میشه اینو بازی کرده ها، میشه. E5 اسب E4 وزیر D3 D5 میشه از GSM بازی کرد. بریم ببینیم چی میشه. E5 پیاده به جلو، میگه جرأت داری من تهدید کنی همونطوری که حد زدیم. اسب رو به E4 گذاشت، وزیر D3. حالا وزیر C1 کم دارم که روی اون قطب بمونم تا ببینیم چی کار میکنه. ولی خب وزیر D3 باعث میشه که وزیر C1 میتونه دیگه پیادم رو شاید بزنه. یعنی اینطور بهت زدن پیاده رو نباید زیاد ترسی داشته باشم. وزیر D3 برم با این رنگ نه، همین با زرد نشون بدم، فیل آشیش رو در ادامه خواهد داشت. یعنی D5 رو که بازی میکنه، حالا من باید مواظب فیل آشیشش هم باشم. E6 F در E6 بستگی به این داره که آیا این جواب میده یا نه. بازی سختیه شطرنج، واقعا نمیدونم باید چی کارش کنم. الان وزیر C1 هم هست، فکر میکنم منطقی تر همین وزیر C1 باشه، منطقی ترش همینه. آره وزیر رو میذارم C1. میگه به این حرکت میگی جابجایی وزیر، پیاده روی وزیر. خب E5 رو زد، با اسبم میتونم پس بگیرم که با اسب زد با پیاده بزن، نه با پیاده میزنم که تهدید E6 رو داشته باشم. این رو زد میزنم. خب فکر میکردم این براش خوب نمیشه، آیا واقعا براش خوب میشه؟ با فیل E5 رو میزنه و الان خیلی شاهش وسط گیر کرده. واقعا اگه بتونم خوب بازی کنم شاید برتری داشته باشم. مثلا اینجا البته زدن H6 منطقی نیست، شاید همین قربانی هایی که دادم واقعا چیز زیاد جالبی نیستش. در هر صورت نمیدونم، فیل D4 اینجا زیبا میزنه. یعنی فیل D4 که اگه بزنه با اسب میزنم قوی میشه، اگه نزنه میتونم وزیر رو بیام ایسه. بریم فیلد 4 رو بازی کنیم، خوشم اومد ازش. F5 واو این چی بود؟ F5 چی بود؟ یعنی این قطر رو کامل برای من خالی میکنه، حرکاتش رو نمیتونم حدس بزنم. الانم نمیدونم حرکاتش خوبه خوب نیست. واقعا همین وزیری سه که گفتم رو دارم، جالبه. غیر از اون F3 چی میشه اینجا؟ F3 فیل در D4 اسب در D4 وزیر C5 وزیر E3 نمیدونم، وزیری سه مستقیم بهتره به نظرم. وزیری سه مستقیم بهتره، احتمالاً D4 رو میزنه. با وزیر بزنم قلم نداره بره، پس میخواد E5 کنه بعد وزیر C4. میگه لحظه وزیر در D4 بزنم چیکار میکنه؟ برام عجیب انتخابهاش. خب وزیر در D4 رو E5 بازی کنه، وزیر C4 احتمال داره همینجا بازی رو ببرم، احتمال داره، حالا نمیگم حتما میبرم ولی خب احتمالش هست. و اگرم رخ رو تکون بده که خوب نیست دیگه، رخ رو تکون بده، حالا یه کاریش میکنم.
با اسبم میتونم D4 رو بزنم، میرم رو C6. نمیدونم شما باشین با کدوم میزنیم. اسب که وزیر که جاش خوبه منطقا اینه که، ولی چون این رخه چش وجود داره، مگر نه شهودی با اسب میزدم که رو پیاده 3-6 بودم دارم F3 بازی میکنم. خب اسب در D4 رو چیکار میکنه؟ وزیر 3-5 میکنه، بازم احتمالا رخ D1 مثلا، یکم این آچمزی که ایجاد میکنه با وزیر میزنم ببینم چی میشه. خب وزیر 3-4 رو میخواد چیکار کنه؟ من شاید نمیبینم چیزی رو. وزیر ده پم گفتم، خب اینو میزنم، باز وزیر میاد 3-5. عجب عجب عجب، وزیر در ده پنج هم دارم بزنم، یعنی همینجا وزیر در ده پنج بزنم، همینجا وزیر در ده پنج بزنم برتری خوبی حالا حداقل وضعیت برای من تعادله. ولی خب وزیر در ببینیم، وزیر در B4 وزیرها رو حفظ کنیم میتونیم ببریمش یا نه، اگه نه که بد میزنیم. وزیر در B4 وزیر 3-5 وزیر A4 خیلی خیلی جالبه این وضعیت، خیلی جالبه برای سفید. میاد رو F2، میاد رو F2، وزیر 3-5 میاد رو F2، یکم هرچند بزنه باز شاید چیک دارم، ولی خب خوشم نمیاد اینکه F2 رو بدم. منطقش اینه اینجا D5 رو بزنم، زد با فیل میزنم، رخو گذاشت B8، اینم بزنم، زد اسبو بزنم 3-3. بذار این بگم بهتون منطقش چیه، اینو بزنم، زد با فیل بزنم، رخو که گذاشت B8 اینم بزنم، زد اسبو میذارم 3-3. پیاده E4 رو میگیرم، پیاده بش هم ضعیفه، بعدم با استر E4 وارد یه آخر بازی بهتر میشیم برای سفید. شایدم وارد نشیم، حالا باید ببینیم، شایدم بشیم. آره چون رخ در E4 هم دارم، یا اس جی اس میکنم که با رخ E4 رو بزنم که فیل F5 میکنه، وارد آخر بازی میشیم. خلاصه آخر بازی که متعادله، وارد یه آخر بازی متعادل میشیم. وزیر B4 وزیر یه بار دیگه وزیر در B4 رو بررسی میکنم، وزیر 3-5 و خب باید دیگه اینجا اگه میخوام تعویض وزیر کنم همون وزیر در D5، باید وزیر A4 بازی کنم مثلا، وزیر در F2 میزنه، بعد وزیر رو برمیگرده جای خودش، حالا تهدید اسب F2 کیش داره، بعد بازیه باید مثلا چیکار کنم، باید چه میدونم GS3 H3 یه چیز اینجوری بازی کنم که خیلی کارم سخت میشه. حالا در هر صورت وضعیت پیچیده ایه که دقیق نمیدونم چی میشه، ولی مطمئنم سفید اونجا هم وضعش بد نیست، یعنی بعد وزیر در F2 حتی، ولی خب از در F2 هم داره، از در F2 رو مجبورم شاه F1 بازی کنم، بعد اسب برمیگرده E4، وای نبازم. یا بریم وزیرها رو عوض کنیم. خب میگه نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یهو ضبط ویدیو قطع شد، ولی خب حرکت آخر آرچر کوین رخش رو به خونه B8 گذاشت و الان نوبت حرکت با منه. اینجا دو تا حرکت دارم، یکی این که فیل در E4 بزنم و یکی هم این که اسب رو G3 بذارم. این دو تا حرکت وجود داره، فیل در E4 اف در E4 اسب G3، باید قطعا با فیل دفاع کنه که با رخ نزنم، چون اگه با رخ بتونم این رو بزنم فوق‌العاده میشه برای سفید، و چون پیاده B4 هم زیر ضربه، E5 هم زیر ضربه، بازی رو میبرم، یعنی اگه با رخ بتونم این پیاده رو در نهایت بگیرم. ولی خب الان که دقت میکنم یه اس جی هم وجود داره که اگه با اسب بزنه اول رخ در E5 کیش میزنم، بعد پیاده رو پس میگیرم، ولی خب نمیدونم این چقدر خوبه، یعنی نمیدونم کدوم یکی از این دو ساختار بهتره، این که بزنم پیاده های جناح شاهش رو خراب کنم، پیاده E5ش خیلی ضعیف میشه، ولی خب پیاده A2 خودم هم ضعیف. الان یه تهدید از C3 هم داره، یعنی اگه از G3 بازی کنم از C3 رخ در E5، حالا شاه رو تکون بده، رخ یک دارم، اتفاقی نمیفته، ولی خب یکم داستان داره.
بذاریم فیل دریچه ها رو یه بار حساب کنم، بزنه از جسه، بعد میتونم آسم بازی کنم از شر این پیاده خلاص شم بعد بزنم. بریم همین رو بازی کنیم. با اف که میزنه نبرد در برابر فیل رو داریم. از سه سه جالبه که میتونه مثلا حالا فیل اف پنج رو بازی میکنه قطعا، بعدش میتونم آسه بازی کنم. بعد که آ پنج کرد بزنم زد، حالا با اسب ای 4 رو بزنم، یا حتی اسب 5 هم میتونم بازی کنم که پیاده بی 4 رو بگیرم. جالبه کلا اینم میتونم بازی کنم، ولی اسب جی 3 برم دیگه باید با اسب ای 4 رو بزنم. اسب جی 3 فیل اف 5 اسب در ای 4 بازم آس آ 5 آدر به آدر به رو دارم، بعدش اسب در ای 4 بزنم یکیه به نظرم، یعنی فرقی رو احساس نمیکنم من. نمیدونم شما، حالا اسب فقط از 3-3 یه رخ به 6-ی داره، از 3-3 رخ به 6 از 3-5 دارم، از 3-3 رخ به 7 از دری 4. این خیلی خوبه برای سفید، پس رخ نمیتونه تکون بده چون من میخوام این به این آسه برسم. این خیلی برام مهمه چون این پیاده آدو رو اگه ضعیف بمونه فیل بعدا میاد ای6 رو این پیاده به هم فشار میاره. از سه سرم که کار دیگه ای نمیتونه بکنه، مثلا قلم بره بازم رخ در ای 4 دارم. خب بریم از سه سر رو بازی کنم ببینم چی میشه. میگه بریم ببینیم میتونی بزنیش. خب فیل اف 5 رو بازی کرد، اینجا حتی جی 4 هم وجود داره، یعنی حتی جی 4 هم حرکت جالبیه، ولی خب شاید قله بره، جی 4 بزنم قله بره. به نظر من آسه اینجا خیلی منطقیه، یه پیاده دیگه هم عوض میشه. رخ 3-8 نداره آسه کنم. آسه رخ 3-8. کم کم داره مشکلات ایجاد میشه. آسه رخ 3-8 بزنم نمیتونم بزنم، باید اسب رو تکون بدم و بله خوب نمیشه. استری 4 دارم. استری 4 دارم اینجا کیش میدم. میزنم 3-2 رو میزنه، میشه بازیش کنه. آسه رخصهش از دری 4 چون تردید کیش دارم، بزنه هم به 4 رو میزنم اوکی هم. به نظرم آسه رو بازی کنم بهتره چون از دری 4 بزنم قله میره، مشکلی هم نداریم. یعنی مشکلی هم نداریم، از دری 4 دارم، جه 4 دارم، پرتغال داندان دارم، همه چی دارم دیگه. خب از ده پنجم داریم، جه چار، خب فیل در جه چار، رخ در ای چار، جه چار قله، جه در افتن به در سه. نمیدونم چی میشه واقعا. اف در جه شیش رخ به دو، پیچیده میشه، خیلی پیچیده میشه. بریم آسه رو بازی کنیم ببینیم چی کار میکنه. رخ 3-8 فکر میکنم بازی بشه. خب A5 اومد بزنم. خب امپرسیف آدر B4. خب الان به اون چیزی که میخواستم تقریبا رسیدم. وضعیت میخوام برد مساوی باشه که بتونم برای جفت نتیجه باش بازی کنم. خب پیشنهاد بازی اومده، دیکلاین آن رو بزنم. از د 5 وجود داره و از سری 4 و جی 4 سه تا حرکت، کدومش بهترینه؟ جی 4 بازم قله میره، اگه جی 4 بازی کنم باید قله بره، فیل در جی 4 رخ در ای 4 به نظرم به نفعم میشه و خب حالا نمیدونم، ولی اگه جه 4 قله بره چون دیگه وقتی قله میره رخش حفاظت داره، جه در فنگ میزنه میتونه سه سر رو بزنه و خب بعدش میتونم جه 6 رو بزنم، وزن بدتر نمیشه در هر صورت، مگه اینکه این پیاده سه سرش بعدم برام درد سر بشه، وگرنه پیاده میگیرم در اون صورت. خب این یه لاین خوب بود، از همه لاین خوبه بعدیش اینه، از در ای 4 قله یا از در ای 4 مثلا شاهش بیاد کجا.
بله منطقی ترین چیزه، چون داره پیاده ای رو از دست میده. از دریچه های بدی که داره دیگه این اسبم اینجا گیر میکنه، این فیلش اینجا جاش خوبه و این اسبم اینجا گیر میکنه و پیاده سه دوم هم ضعیف میشه. ولی از ده پنج منطقی تر نیست به نظرتون؟ پیاده به چار رو میگیرم، بعدش میام کم کم فشار میارم روی این پیاده، یکم طول میکشه. از ده پنج شاه اف هفت چیکار کنم؟ مثلا رخ در به چار میزنه با اسب میزنم، رخ رو میاد به هشت. باید در نظر داشته باشیم که مساوی با این ملکه هم خوبه دیگه، یعنی بازیکن قوی 2900 ریتینگش. اون فکر نمیکنه، خوبیش اینه ما میتونیم فکر کنیم دیگه، حالا ربات دیگه، ما باید فکر کنیم، انسانیم، طول میکشه محاسبمون. جه 4 قله، جه 4 قله، میخوام یه جوری با رخ این رو بگیرم، خیلی خوب میشه اگه بتونم این کار رو بکنم. جه در اف 5، به در 3، اف در جه 6، مثلا رخ B2، مثلا رخ B2 درد سر. بعدش میتونم رخو بزنم 3-1، حالا بعدش بازی کنم دیگه، چه درد سری. یکم مانالیزش کنم. G4 اینا رو پاک کنیم، بریم ببینیم. G4 بله، G در F5، B در 3، F در G6، رخ B2، باید رخو بزنم 3-1. حالا دارم E4 رو میزنم، فکر میکنم رخ F4 بازی میکنه، رخو میذارم، یعنی اون رخو میاد F4، من رخو میرم E3 و این پیادهش و این پیاده رو میگیرم اگه اینجوری بازی کنم. خب پس اینطوری نمیتونه، مگه اینکه به جای رخ F4 همه اینا که اتفاق افتاد، به جای رخ F4 رخو برگرده B4، بازم رخو میذارم E3، رخ میاد C4، رخو بیام E1، رخ میاد F4، بازی مساوی طور میشه، نمیتونم به این پیادش فشار بیام. مگه رخو بذارم آسه برم اینجا، اونم میتونه رخو بذاره شاه G2 مثلا، بر رخو بذارم آسه برم F3، میتونه بزن بیاد D4، بیاد F2، بیاد D2، بعد رو F2 فشار بیاره. بعضا مختصر سفیده اون وضعیت، اون چیزی که بهش رسیدم. از D5 شاه F7 خوشم نمیاد از ادامش، از D4 قله، F3 اینم خوشم نمیاد. بریم G4 رو بازی کنیم ببینیم چی میشه. فیل در G4، وای چرا؟ با رخ E4 رو بزنم چی میشه؟ آیا سفید بهتر نیست؟ فیل F5 میخواد بازی کنه. اوه شاه F7، شاه F7 الان استفاده کرد اون امکانش. خب اینم جالب بود، من در نظر نگرفته بودم. خب میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم اسب رو D5 بذاریم، فیل F5 بازی میکنه، رخ در E5، فیل در سه تو، نه این که نه. خب B4 رو بزنم، باید B4 رو بزنم دیگه، باید B4 رو بزنیم. تعویض ها صورت میگیره، وارد یک آخر بازی میشیم که حالا داستان داریم. فیل میاد F3، این فیلش یکم اینجا داستان داره. الان دیگه من باید به دنبال کسب تعادل باشم، مگه اینکه H4 رو بازی کنم، شاه بیام G3، رخ C8 هم داره میاد، باید مواظب رخ C8ش هم باشم. به هفکیش رو هم گرفت، چه حرکت قدرتمندی بود، چه حرکت قدرتمندی بود. و فیل F3، خب اسب E4، رخ C8، رخ C8 نداره دیگه، اسب E4 بازی کنم، باید اسب رو بذارم E4 که وارد این آخر بازی بشیم،
جلوی رخ سه هشتش رو هم بگیرم، رخ رو گذاشت ده هشت. وای 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 وای، حالا چی کار کنم؟ خدا چهار دارم، چهار دارم، مات نمیشم. رخ کیش شامیت بالا، رخ کیش شامیت بالا، باز رخ کیش. وای رخ ده هشت رو ندیدم یه لحظه. خب اگه چهار بازی کنم رخ رو میذاره ده یکی، شایشتو چه سرصدایی شد یه ها. رخ اچ یکی شامیت جسه، رخ کیش شاه اچ سه. درد سر علکی برای خودم درست کردم، مجبورم دیگه، چیز دیگه ای دارم مگه؟ اینجا رخ اسبو برگردم، اینجا رخ کیش میده میگیره اسبمو، بعدن میگیره. باید بریم چهار رو ببینیم چی میشه. رخ ده چهار. خب آخر بازیه، باید بزنم دیگه. رخ به هفتم دارم، ولی بحث اینه که بزنم اسبو بزنم ده دو، آیا میبازم این آخر بازی رو؟ فکر نمی کنم بازنده باشم. فیلو میذاره ده پنج، درسته فیلش قدرتمندتره. رخ به هفت شاهی شیش، پیاده چهار رو میدم، اینو بزنیم ببینیم چی میشه. رخ در ده چهار fair enough، میگه خب ما خوبه، حالا منصفانه از هرچی. خب اسبو بیایم دی دو، فیلو میذاره دی پنج و حالا اف سه. نمیدونم باید چیکار کنم بعدش. اسب دو فیل ده پنج، اسب بس ده سه، این نمیشه. اسب کیش بدم، اسب بزنم به پنج، چرا که نه، شامیا دی پنج تا اینجا میاد. خب اسب رو برگردیم ده دو، فیل ده پنج میاد، فیل ده یک. وای 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 وای، اسبس وای، اینو ندیدم، اینو ندیدم. و بعد از فیلد یک بازنده میشم، چون که داره سه دو رو میزنه، و اگرم اسب رو بسه بذارم ده سه بازی میکنه، باید اسب رو تکون بدم و میبازم. حالا باید آخر بازی پیاده عقب رو باش بازی کنم که در نهایت میبازم، ولی خب دیگه چیکار کنم، راه دیگه ای ندارم. تو آخرش رو میخوایم ادامه بدیم. ندیدم فیلد یکش رو، واقعیتش فیلد یکش چند تا حرکت توی آخر بازی، دیگه آخر بازی محاسبه خیلی مهمه، منم دیگه خیلی محاسبه نکردم و خیلی هم محاسبم توی این مدت خیلی خوب نیست. بریم ببینیم چی میشه دیگه، آیا میتونیم نگه داریم. من یه F4 بازی کنم، سه دو رو بزنه، شاه بزنم جس، F2 برم جس، چجوری میخواد ببره؟ شاه همینجا تکون بدم، شاه میتونه بیاد تا سه سه، وقتیش بریم حالا دیگه ببینیم چی میشه. باید یه بلوکه ایجاد کنم که داره میاد که نذاره. الان اگه سه دو رو میزد شاید یه کاره میتونستم بکنم. خب بازم از بسه ده سه داره، از پیش بدم شما میذاره ده پنج، سه سه ندارم، شما میذاره سه چار. به نظرم شایفتو منطقی تره. خیلی قوی داره بازی میکنه شایفتو. فیل در سه دو، از بفسه ده سه شاییس. حالا نه، از با همین دو دو نگه میدارم. شایفتو دیگه میزنه، چون دارم، نه البته میتونم نزنه، میتونه هم بزن. اسب اینجا دسه، اسب اینجا دسه، ولی خب اسب اینجا رو شاد ده پنج میکنه و بعدش من باید اسب آیه کنم که پیادم رو حفظ کنم، ولی آیه خیلی بده، شاهی چار میکنه، بله خیلی بده. شاه بریم افتو، شاه اف پنج اومد، شاه بریم جی سه،
دیگه در اون صورت تو زوگزوانگ میافتم، تو زوگزوانگ میافتم، شاهش از اینجا نفوذ میکنه. بله شاهش از اینجا نفوذ میکنه. اگه شاه F3 و G3 رو داشتم یه کارش میتونستم بگم، ولی برم G3 میزنه میام F3. خب چجوری تو زوزوان میافتم؟ کیش شاه G3 فیلید و اینجوری شاه برمیگردم F2 فیل. بله خب میتونه فیلو میره H5 میام G3 میاد D1 زوگزوانگ میافتم بالاخره. عجب اسب بس شاهی 4 اسب بس دس اسب بس همین شاهی 4 هم خوبه دیگه، شاهی 4 هم میبره مگه اینکه کیش دارم. خب میزنه F4 بازنده شدیم، بازنده شدیم. حالا سریع هم نخواهیم نتیجه گیری کنیم، اسب F3 چی میشه؟ شاهی 4 وسبمه، باید تکونش بدم. اسبی 1 اینو میزنه، اینو بزنه میبره. خب باید شاه G3 رو بازی کنم ولی با زوگزوانگ میبازم. الان 3-2 رو میزنه. خب اسب و تک زوگزوانگ یعنی چی توی شطرنج؟ یعنی الان اگه نوبت حرکت من نباشه مشکلی ندارم الان، یعنی همینجوری وضعیت بمونه من این بازی رو نجات میدم، ولی الان باید حرکت کنم و بعد از شاه رو که نمیتونم تکون بدم اینجاها برم چون پیاده F4 رو میزنه، باید وایسم کنار پیاده. H5 نمیشم، میزنه شاه H4 میزنه، میزنم شاهی 3 میبازم. در نهایت اینه. خب شاه F3 فیلد 1 شاه G3 فیل E2 شاه F2 فیل H5 شاه G3 فیلد 1 خواهم باخت. چرا اسب بفسم که خوب نیست گفتیم؟ شاهی 4 اسب B5 شاهی 3 اسب بفسم بازی کنم، شاه میذاره E4 اسب بذارم E5 شاه میاد E3 پیاده G6 هم توسط فیلش دفاع میشه. اسب کیش بدم شاه میاد E2 میبازم. خب اول شاه بریم F3 به نظرم. آره اول شاه F3 رو بازی کنم که تو زوگزوانگه بیفتم بعد اسب رو تکون بدم. دس خب خب نمیدونم چی داره میگه، چرت و پرت داره میگه. خب اسب F3 که میزنه میبره، اصلا این که هیچ. شاه تکون بدم که میبره، باید اسب رو بذارم مثلا F1 یا C4. اسب رو بذارم C4 شاهی 4 اسب B5 D2 هیچی دیگه وزیر میشه. اسب F1 شاهی 4 اسب کیش اینجا اسب کیش اینجا جفتش میبازه دیگه، این وضعیت دفاع نمیشه دیگه، چیکارش کنم؟ قوی تر از من بود دیگه، باید لذت ببریم از بازی. خب بریم از بازیم 3-4 شاهش نفوذ کرد، حداقل میدونم چجوری داره منو میبره. اسب رو برگردیم D2 شاه میذاره E3 باز نمیتونم اسبمو اینجا نگه دارم. اسب F1 شاهی 2 سن اسبم میبره. اسب B5 D2 از 3-4 شاه D3 بریم اینو بازی کنیم ببینیم چیکار میکنه. Bad calculations from you میگه بد حساب کردی، یادم میمونه. اسب رو برگردیم. خورد خورد میبره ما رو دیگه، خورد خورد میبره دیگه، چیکارش کنه؟ اسب بزن خورد خوردم نمیخواد، الان دیگه همینجوری خودش میبره. خب بزنین تا آخرش رو برم که بقیه هم ببینن دیگه، این وضعیت دفاع نداره. خب چرا نفوذ نکرد دفعه قبلی؟ بالاخره نفوذ رو انجام میده. دو دو. خب دیگه چه کاری نمیتونم بکنم. چه
چیکار کنم الان؟ آموزنده هم نمیتونیم بازی کنیم. مصر رو بذاریم به دو. پیاده وزیر میشه و بازی رو میبره ازمون دیگه. تسلیم شیم بهتره، وقتی ویدیو رو زیاد نگیم. ریزاین رو میزنم. بریم گیم ریویو رو بزنیم ببینیم چه خبر بود توی این بازی. و با آرچر کوین من 2330 بودم، ایشون 2900. دقت من 87% بوده، ایشون 94%. بلاندر نداشتم باهاش، حرکت خوبم نداشتم ولی بلاندرم نداشتم. خب بریم بازی رو بررسی کنیم ببینیم. خب میگه بذار بهت کمک کنم. خب تا اینجا رو اومدیم، وزیر در دو، وزیر در به دو، همه اینها تئوریه. خب آنالیسیس رو بزنم. سفید مختصر بهتره تا اینجا. فعلا رخ به یک، وزیر آسه، فیل سه چار. چی شرکت اولی که من ازش خبر نداشتم، یعنی توی اون بازی فکر کنم حریف میخائیل تال وزیر رو میره آ5. حالا بعدا میتونید برید بازی رو خودتون ببینید. توی اون بازی میخائیل تال حریفش وزیر رو میره آ5، ولی اچ6 اینجا قوی تره. خب ریویو رو بزنم ببینم چیزی گفته راجع به اینها. فیلیسم خوبه، هسته هفتش خوبه، قلم بهترین حرکته، وزیر آ5 رو خف یکم خوبه. برتری ظاهرا با سفید یکم، رو خف یکم. حالا میگه اچ3 رو بازی میکردی بهتر بود، ولی خب رو خف یک، B5، B5ش خوب نبوده، فیل B3 برتری با سفیده. همونطور که میبینیم B4ش هم بده، اسپیدوم خوب بوده. اینجا برتریم 1.31، یعنی 1.3 پیاده برتری دارم. E5 هم بد بوده، اینجا میگه E5 هم اشتباه. خب شاموفز میگه میتونسته بزنه. حالا باید ببینیم چیکار باید میکردم. آنالیسیس بزنیم. بعضی میگن چی؟ خب SG3 رو گفتن E5 میکنه اینجا، یا SG4، یکی از این دوتا، خوشم نیومد. ولی خب کلید این وضعیت ظاهرا به این صورته که سفید نباید خیلی سریع اقدام کنه. من فکر کردم خیلی سریع باید اقدام کنم و برم دنبال، حالا شاید اونم بد نبوده E5 هم، نمیدونم. E5 حالا میزنه، برتریم از دست رفته، برتری به اون داده نمیشه. ولی خب SG3 من خب طبیعتاً SG3 رو بازی میکنم، ولی خب فکر کردم اینجا هم E5 داره. البته E5 که نه، SG4. حالا اگه F4 که دیگه بازی کنم میتونه E5 بازی کنه. میگه H3 داری. خب من اینو در نظر نگرفته بودم که H3 دارم توی این وضعیت، چون H3 اینو بزنه میشینه به اسبم، ولی خب وزیر در F4 میشینم به F7 و اینجوری خیلی وضعیتم خوب میشد. پس یه چیزی یاد گرفتیم توی این بازی که توی این وضعیت سفید به خودی خودش وضعیتش جبران داره، نمیخواد بره دنبال برنامه دیگه. الان سیاه نمیتونه قلعه بره، چیششو میگیرم. خب چیکار کنم الان؟ یعنی فیلم خیلی قدرتمنده، مورام خیلی قدرتمنده، نباید سری به دنبال نقد کردن میبودم. مثلا حالا SG4 فیل F4 رو سیاه وزیر C7 هم بازی کنه، حالا میتونم E5 بازی کنم. الان رخم اینجا خیلی فعال تره. اسبم توی E2 دیدین که توی بازی گیر کرده بود. خب E5 SB4ش همونطور که حد زدیم بهترین حرکت بود. وزیر C1 که منم خوب بود، هرچند الان انجین داره میگه وزیر D3. خب یادتون باشه اینو حساب داشتم میکردم دیگه، گفتم E6 میزنه SG3، حساب اینه که این وضعیت چی میشه. گفتم فیلاشیش خوب نمیشه چون باید وزیر رو برگردم D1، ولی 3-4، اوه چه حرکتی، حساب نکرده بودم 3-4 رو. اگه این رو دیده بودم قطعا بازی میکردم. گفتم خب فیلاشیش وزیر برمیگرده D1، حالا رو G6 هم فشاری ندارم، همینجا از 3-3 اصلا میبره بازی رو ازم. ولی 3-4 خیلی حرکت قدرتمندی بود اینجا و آنپاسان که بکنه، حالا وزیر 3، اینم باید میدیدم وزیر 3-2. حالا اینو بزنه وزیر در G6 کار تموم میشه و نزنه، من دارم E4 رو میزنم. حالا بازم داستان داره، ولی خلاصه این خیلی لاین با کلاسی بود که من نرفتم وزیر C1 رو بازی کردم. میگه اشتباهه، بازم برتری با سفیده، یعنی بازم E5 هم خوب بوده در صورتی که وزیر D3 رو اینجا میدیدم. ولی خب وزیر رو گذاشتم C1، D در E5. خب اینا همه شرکه خوبه براش. بازم سفید بهتره که زدم E5، و بازم که سفید بهتره. فیل D4 هم خیلی حرکت نیرومندی بوده، F5 رو بازی کرد. وزیریسم هم بده، وزیریسه 3-3. What is 3-3؟
شطرنج چقدر سخت. سه سر میگه باید بازی میکردی. با ایده سه در برش. نه این که در ذهن من زیاد جایی نداره که سه سه واقعا بازی کردنش. این خیلی کامپیوتریه، فکر نمی کنم عبر استاد بزرگ هم بازی کنم. وزیریسم اگه دو دیگه از این بی دو، وزیر بی دو، فیل در ده چار، است در ده چار. این خیلی جالب تر بود، وزیر بی دو، فیل در ده چار، است در ده چار. حالا این داره میزنه این خط رو ببینید، وای وای وای. وزیری پنج هرچند هنوزم داشت. حالا خلاص وزیری سه، فیل در ده چار، وزیر در ده چار، ای پنج، وزیر سه چار، وزیر ده پنج. میگه نباید تعویض، میگه باید تعویض وزیر اینجا، با اینجا تعویض میکردم. خیلی عجیبه این، چون اسب اف چهار دارم، چون اسب اف چهار دارم یا اسب چهار. اینجا رو ادامه ندادم توی محاسباتم، جلو نرفتم اینجا رو. عجب عجب عجب. خب وزیر در ده پنج هنوزم با سفید برتری. اف سه، چرا من اسب اف چهار رو نمیبینم؟ چرا اینو من نمیبینم؟ این خیلی بهتر بود. خب فیل در ای چهار، اف در ای چهار، از سه سه، فیل اف پنج. قضاوتم از این وضعیت خوب نبود، یعنی اگه قضاوتم بهتر بود همینجا اف سه رو بازی میکردم، بعد اسب اف چهار که این پیادش رو بگیرم. فکر میکردم اینجا برتری میگیرم، قضاوتم اینجا خوب نبود. فیل اف پنج، آ سه، آ پنج، آ در به، آ در به. اینجا اونجایی بود که گیر کردم دیگه، گفتم آقا اس ده پنج بازی کنم، جه چار بازی کنم. جه چارم بد بود قطعا. نه جه چارم خوب بوده. شاه اف هفت میگه باید اینو، ولی خب دست پایین تر رو گرفتم دیگه. شاه اف هفتش رو بریلیانت زده، خیلی حرکت شاخی بازی نکرد. ولی خب جه چهار، خب باید چیکار میکردم؟ از ده پنج، شاه اف هفت، همینو که بررسی کردم، گفتم اگه به چهار رو بزنم از این وضعیت خوشم نیومد. رخو میذاره سه هشت، ایده رخ سه چهار داره. یه شاه اف یک بازی کن، رخو گذاشت سه چهار، رخو بذار به یک مساوی دیگه، پیادات سالم من، شاید هم داره میاد ایدو، همه چی اوکی میشه. چه میدونم یکم هنوزم به فکر بردم بودم، ولی خب قضاوتم بد بود، شاه اف هفت رو در نظر نگرفت. هرچند فیلیپس هم داره. و اینجا خب میگه اسب آ دو، چون فیلف سر رو حساب نکرده بودم اینطور شد دیگه. یا اسب پنج، فیلف سه بازی کرد، حالا ای پنج رو بزن. یکم میگم بد شد اوزا، اینو که زدم، زد فیلف سه، اسب ای چار هم دیگه خیلی بد بود. اسب ای چار هم میخواستم اسب دو بازی کنم که رخو گذاشت ده هشت. فکر میکنم اینم خیلی بد نبوده. شاه اف یک، رخ ده هشت، شاه ای یک. شاید میتونستم اگه خیلی خوب بازم میبرد اینو ازم، ولی خب شاید میتونستم حفظ کنم. رخ ده هشت، اچ چهار، میگه اچ سه بهتر بود. حالا زیاد مهم نیست. آیا این آخر بازی بازنده است؟ یعنی چی مثلا اچ سه بازی میکرد، رخ ده چهار بازی میکردم، مگه اینکه اینجا کیش بدم؟ وگه کیش بدم، شاه که گذاشت ای شیش، کیش بدم، آره اینجوری میشد. این پیاده وقتی تو اچ 3 باشه دیگه اینجا زیر ضرب نیست، بهتر بود، شانسای بیشتری داشتم. ولی خب نه، من 4 رو بازی کردم، اومد و بعدش از ده دو، فیل ده یک، اف 4 هم بد بوده، میبازه اینجا دیگه. یعنی فکر نمی کنم این وضعیت نجاتی داشته باشه. اسب اف 3، ده 3، شاه ای یک، نمیدونم، بریم ببینیم میبره واقعا. شایی هفت، اسپی پنج، شایی شیش، اف شیش مشکلش چیه؟ اسپی چهار داره، چرا اسپی پنج رو زد اشتباه؟ خب نه اسپی یک که نیست، اسپی پنج شایی، اگه بزنه شایی ده دو کی شست با بر میداره و پیادش هم آخرش سفیده میبره. پس شایی شیش، اسپی جه چار، اچ پنج، میبازم اینو، خورد خورد میبازم دیگه. حالا بریم جلو، یکم میاد اینو میگیره اصلا، یا اصلا جه پنج میکنه، پیاده چار رونده میکنه، ازم میبره.
بازی خیلی طولانی شد، F4 شو اومد و اینجا از این تکنیک زوگزوانگ هم استفاده کرد. حالا میتونست اصلا اینجا فیلو بذاره E2، شاک اومد F2، فیلو بذاره H5، شاک برم جسه، حالا فیلو بذاره D1، بازم مجبورم اصلا تکون بدم، شاهش نفوذ میکنه، ولی خب اون D3 رو بازی کرد، من رفتم اینجا و دیگه اینجاها برنده هستش دیگه، کاریش نمیشه کرد و بازی رو ازم برد به این شکل. حالا من ادامه ندادم. یه سوالی برام ایجاد شد که به جای از 3-3 اینجا اگه از GSM می کردم بهتر نبود؟ فیل F5 رو مثلا 3-3 بازی کنم، A5 کرد بزنم، وقتی بزنه حالا اینو بزنم، بازم مساویه این وضعیت، بازم مساویه. حالا فکر کنم بهتر از 3-3 هم ریسکی بود، ولی اشتباه اصلی اینجا بود که این 4 رو زدم به نظرم، و توی شروع بازی هم که یه جاهایی اینجا نباید سریع E5 میکردم و اگرم سریع E5 کردم باید این 3-4 رو میدیدم، توی محاسباتم باید این 3-4 رو میدم. از بازی راضی هم، خوب بازی کردم. حالا ببینیم ریویو میگه در چه حدی بازی کردی بازی رو. در حد 2900 بازی کردم، در حد 2900 خیلی عجیب بوده، خب خوبه، یعنی خوب بازی کردم. حریفم در حد 3250 بازی کرده. این دقتی که سایت chess.com این بالا میزنه، الان 87% نسبت به حریف میزنه، این رو دقت کنید. من بازی داشتم 96%، ولی خب مقابل حریف ضعیف‌تر خیلی هم خوب بازی نکرده. این بازی چون بازی سختی بود، حرکات خوب خیلی زیاد بود و این دقتم نسبتی حساب میشه، یعنی نسبت به سطح بازی دو نفر. و الان مثلا این بازی رو از اون بازی که 96% دقت داشتم خیلی بهتر بازی کردم. اونجا فقط حریفم راحت‌تر بود، خیلی راحت میتونستم ببرم. اونجا مثلا ریتینگ پرفورمنسمو زده بود 2200 زده بود، الان پرفورمنسمو زده 2900، ولی خب دیگه زورم به 3250 نرسید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو طولانی لذت برده باشین. لذت بردیم از بازی با ملکه کماندارها. لطفاً نظر خودتون رو بنویسین و لایک بزنین و توی کانال هم عضو بشین. از شطرنج و زندگی هم لذت ببرین.